درود به همه شما همراهان خوب کانال روزنامه ورزش، خیلی خوش اومدید. یکم درباره دربی صحبت کنیم، بعدش درباره اون صحنه پنالتی که استقلالی‌ها معتقد بودن آفساید بود هم صحبت می‌کنیم. بعد اینو بگم که امروز کلی هوادار استقلال جلوی باشگاه استقلال تجمع کردن و خواستار اخراج نکونام شدن. شایعه‌ها به اوج خودش رسیده. به نظر میرسه نکونام برگه استعفاش رو به هیئت مدیره داده و منتظر هیئت مدیره است با استعفاش موافقت کنن. ولی تا اونجا که ما خبردار شدیم، هیئت مدیره میخواد تا بعد از بازی با اسد نکونام رو نگه داره و بعد مربی رو عوض کنه. کلام، ما مربی ایرانی نمیخوایم. مربی که تو خونه به خونه و نساجی مربی کاری کرده به درد استقلال نمیخوره. مربی که زمین رو برداشته دو متر کوچیک کرده به درد استقلال نمیخوره. این تیم من بزرگتر از حجازی نداشته، بزرگتر از بودیدری نداشته. اینا وقتی دیدن نمیخوان، وقتی دیدن مربی رو نمیخوان، خودشون رفتن علی منصور دربی رو برد. محبوب سکوها بوده، کاپیتانمون بوده. تو که یه سال بازی کردی آتیلا نمیسازی، با زمین و زمان نمیسازی. اورونوفو میگی نمیخوام، 13 امتیاز میرونه پرسپولیس میگیره. منتظر محمد رو نمیخوای، بازی با مثل رفسنجان میاد اوتت میکنه. آقا یه تاکتیک نشون بده. پارسال 90 دقیقه توی آزادی یه گل میزنیم، 90 دقیقه دفاع میکردیم. بابا هوادار سکته کرد، هوادار خونه دل میخوره. آقا نکونام هوادار رو وردتت نمیخواد، الان هوادار نمیخواد. با آقای شهریاری هر زد و بندل چاله تیم دیگه. آقای شهریاری هم نمیخواد. استقلال یه مربی خارجی خوب میخواد، با پیشکسوت، یه پیشکسوت درست حسابی بزرگ. لقب علی جباری سلطان مونه دادن به علی پروین. یه پیشکسوت، یه کمیته درست باید بیاد بکنه. مشکل ما ریشه‌ایه. اما قبل از اینکه بریم سراغ ادامه این ویدیو، میخوام یه تشکر کنم از شما مخاطبین با شعور و با شخصیتمون که واقعا کیف میکنم هر سری وقتی که کامنت ها رو میخونم. ما هر سری سعی میکنیم کامنت ها رو کامل بخونیم و تا جایی هم که بشه جواب میدیم. ولی دیروز که کامنت ها رو میخوندم بعد از بازی دربی واقعا کیف کردم و هواداران استقلال خیلی قشنگ به پرسپولیسیا تبریک میگفتن. پرسپولیسیا برای استقلالی آرزوی اینم داشتن که تیمشون روبراه بشه هر چه زودتر و خیلی قشنگ و زیبا در کنار هم بودن. باور کنین اصل فوتبال، اصل ورزش همینه، اینکه در کنار هم لذت ببریم. یه جاهایی از این حد خارج میشه و فقط مخاطبین بیشتر به نظر من ضربش رو میخورن. چقدر قشنگه که شما مخاطبین با شعور و با فهم و با فرهنگ در کنار ما هستید و ما کیف میکنیم از حضور شما و افتخار میکنیم به داشتنتون. خیلی ممنون از حضورتون و ممنون از بودنتون. بریم سراغ ادامه. همیشه دو سه دقیقه اول بازی بازیکن‌ها هنوز گرم نشدن، به جو و شرایط بازی عادت نکردن. بازی هم به قول معروف یخه. به خاطر همین یه آشفتگی اول بازی هست. استقلال همیشه همون دقایق اول بازی میخواد از اون آشفتگی استفاده کنه و گل بزنه. و فصل گذشتم زیاد دیدیم که استقلال دقایق اول بازی یه گل به ثمر برسونه. این فصل هم دو بار یا سه بار همچین اتفاقی افتاد. این دربی هم دقیقاً همین اتفاق افتاد که دفاع پرسپولیس تونست اون خطر رو رفع کنه. وقتی بازیکن‌های پرسپولیس خودشونو در زمین پیدا کردن، استقلالی‌ها عقب کشیدن و سعی داشتن روی ضد حمله به گل برسن. فرشاد فرجی که به جای امرود به زمین رفته بود، واقعاً یکی از بهترین بازیکن‌های زمین بود. بدون اشتباه نیمه اول رو پشت سر گذاشت. اما قطعاً نبود امرود باعث شده بود اون قدرت موقعیت سازی پرسپولیس کمتر بشه. هرچی باشه، یه بازیکن یک سانتر بهتری داره. قدرت هجومی بالاتری هم نسبت به فرجی داره. اما با این حال فرجی همه رو سورپرایز کرده بود. اکثر بازیهای استقلال میدیدیم که رضاییان از سمت راست خیلی نفوذ میکرد و برای تیمش موقعیت سازی میکرد، اما همین نفوذ رضاییان باعث میشد از همون سمت تیم حریف با ضد حمله روی دروازه استقلال خطرساز بشه. توی دربی نکونام نمیخواست ریسک کنه، برای همین رضاییان رو زیاد جلو نمیفرستاد. بیشتر میدیدیم که از سمت جلالی روی دروازه پرسپولیس توپ فرستاده میشد. اکثر دقایق بازی ما اصلا اسم رضاییان رو نمیشنیدیم. به نظر میرسه نکونام به جای حل اون مشکل اومده بود صورت مسئله رو پاک کرده بود و اجازه نفوذ رضاییان رو کمتر دیدیم، در حالی که میتونست یه بازیکن بذاره تا جای خالی رضاییان رو در دفاع پر کنه، کاری که مورای سرسپان انجام میداد. نیمه اول ما به جز اون توپی که جلالی به تیر زد چیز خاصی از استقلال ندیدیم، اما روی همین موقعیت میشد برنامه استقلال برای گلزنی رو دید. استقلال میاد توپ رو بلند میفرسته برای بلانکو در زمین پرسپولیس تا اون ضربه سر اول رو بزنه. همزمان دو تا وینگر استقلال به عمق اضافه میشن. از کناره ها هم دو دفاع کناری یا همون وینبک های استقلال خیلی سریع به خط حمله اضافه میشدن تا توپ رو روی دروازه بفرستن. وقتی توپ رو ارسال میکنن، هافک استقلال پشت محوطه رو پر میکنه تا اگه توپ دفع شد از پشت محوطه شوت بزنن.
در ادامه بازی دیگه استقلالی‌ها نتونستن این شیوه رو تکرار کنن. در نیمه دوم هم بلانکو که تعویض شد دستشون رو بست، چون بلانکو خیلی بهتر از رمضانی میتونه ضربات سر اول رو بزنه و اون چیزی که نکونا میخواست رو اجرا کنه. استقلال متخصص اجرای همچین تاکتیکیه. سال گذشته خیلی این کارو زیاد از استقلال دیدیم. اما در دفاع میتونیم بگیم تا حدودی موفق‌تر بودن، چون نذاشتن پرسپولیس زیاد موقعیت ایجاد کنه. 2 یا 3 موقعیت جدی برای پرسپولیس پیش اومد که حسینی خیلی خوب کار کرد و توپا رو دفع کرد. دفاع فشرده‌ای که استقلال جلوی پرسپولیس ردیف کرده بود از سرعت بازی می‌گرفت. پرسپولیسی‌ها سعی می‌کردن با بازی بین خطوط و همکاری بازیکنان میانی و کناری توپ رو به آلی شاه برسونن تا اونم توپ رو به وینگرها برسونه. همزمان دو دفاع کناری پرسپولیس یعنی محمدی و فرشاد فرجی از کناره‌ها اضافه می‌شدن تا در صورت ناموفق بودن حمله اول در موج دوم حمله توپ رو روی دروازه استقلال ارسال کنن. در نیمه دوم هم که کلاً بازی حوصله سربری رو ما شاهد بودیم، اما نقش گاریدو رو در این بازی باید از تعویضاش ببینیم. وقتی میبینه بازی گره خورده، املو، جاو و مهری رو به بازی میاره. مهری معمولاً در تیمای قبلیش یکم عقب‌تر بازی میکرد، اما زمانی که برای پرسپولیس به بازی اومد، جای آلیشا به ترکیب اضافه شد که در بازپسگیری توپ در حمله کمک کنه. املو هم یه بازیکن خلاق و سرعتیه که خوب موقعیت ایجاد میکنه. و ژائو که یه مهاجم فیزیکی و توی باکس خیلی خوبه. دقیقاً هر سه بازیکن روی اون صحنه پنالتی تاثیر داشتن. کار دیگه‌ای که گاریدو انجام داده بود، آزادی بیشتری به ریگی داده بود. روی همین توپ ببینین، خودش توپ رو به املود میده، باهاش حرکت میکنه، حتی پاس آخر رو هم خودش به املود میده که اونم توپ رو ارسال میکنه. بعدش هم که سری مهری برای گرفتن توپ اضافه میشه و رضاییان مرتکب خطای پنالتی میشه. حالا شاید بگید حسینی میتونست بهتر روی ارسال املود عمل کنه، اما ارسالی که املود داشت ناگهانی و غیر منتظره بود. احتمالاً حسینی با خودش فکر کرد املود یک کم دیگه میاد جلو و بعد بلندتر توپ رو میفرسته، اما خیلی سریع و تیز توپ رو فرستاد که حسینی غافلگیر شد. حتی میتونیم بگیم ارسال املود هم حرفه‌ای بود. رامین رضاییان هم که کلاً یه سردرگمی خاصی توی بازی داشت، با این خطای پنالتی هم که دیگه بازی بعدش رو تکمیل کرد و نکونامون رو سریع بیرون کشید که شاید اگه زودتر این کارو میکرد براش بهتر بود. درسته که استقلال از لحاظ فنی روز خوبی رو پشت سر نذاشت، ولی ماشاریپوف خیلی خوب بود. میومد عقب توپ جمع میکرد، میآورد جلو یا اندونگ وسط زمین استقلال رو عالی هندل میکرد. همون بازی اول مشخص شد اندونگ واقعا بازیکن درجه یکیه. خدا رو شکر امسال خارجیای خوبی اومدن لیگ برتر. پرسپولیس هم خارجیاش روی بازی عالی بودن. گبلسیانی بی‌نقص بود، املود با وجود مصدومیتی که داشت زمینه‌ساز گل پرسپولیس شد، ژائو هم که دیدیم چقدر خوب بود. یه کاری که پرسپولیس به خوبی انجام میداد، پرس از جلو بود. یعنی تمام تلاش پرسپولیسیا این بود که اگه توپ در زمین استقلال از دست میدادن، در زمین استقلال توپ رو دوباره پس میگرفتن. اما همچنان پرسپولیس مشکل تمام کننده رو احساس میکنه. به هیچ وجه نمیشه از بازی خوب میلاد محمدی در پرسپولیس بگذریم. به موقع از عقب به خط حمله اضافه میشد. همکاری و هماهنگی خیلی خوبی با هافبک‌های تیمش داشت. کاملا مشخصه این بازیکن سطحش از لیگ ایران بالاتره. قطعا یکی از دلایلی که اسم رضاییان رو خیلی نمیشنیدیم، حضور میلاد محمدی در سمت چپ بود. تونسته بود رضاییان رو مهار کنه. استقلال 43% مالکیت داشت و پرسپولیس 57%. امید به گل استقلال 64% بود، اما برای پرسپولیس 1.21. استقلال در کل این بازی 7 شوت به سمت چارچوب داشت که 2 تا در چارچوب بوده. پرسپولیسیا 12 تا شوت داشتن که 3 تا توپشون در چارچوب بود. اون نیمه اول اون توپی که حسینی گرفت واقعا خوب بود، نجات داد استقلالو. در تعداد پاس‌ها استقلال 314 تا پاس داشته که 75% پاس‌هاشون صحیح بوده. پرسپولیسیا 457 تا پاس داشتن که 81% پاس‌هاشون صحیح بوده. استقلال 13 بار مرتکب خطا شده. پرسپولیسیا 8 تا خطا داشتن. هر دو دروازه‌بان 2 بار در طول بازی سیو داشتن. کارت زردم فقط پرسپولیس 2 تا داشته، کارت قرمز هم اصلا نداشتیم. یکی از دلایل اصلی که استقلال نتونست بازی خودش رو درست و حسابی به نمایش بذاره قطعاً حواشی بود که قبل از دربی یقه باشگاه رو گرفته بود. اصلاً شرایط بیرون زمین برای دو تیم برابر نبوده. گاریدو در آرامش کامل داشته تیمش رو برای دربی حاضر می‌کرده. خیلی نشسته نقاط ضعف و قدرت استقلال رو آنالیز کرده، اما در استقلال داستان کلاً فرق می‌کرد. مشاور باشگاه استقلال میاد علیه نکونام صحبت میکنه. نکونام به جای آنالیز تیم حریف و آرامش دادن به تیمش، میاد جواب داوود حق دوست رو میده. در اصل استقلال در درون به خودش ضربه زده بود. کلا شرایط استقلال این فصل نرمال نبوده. از هفته سوم با یه باخت کلی کانال هواداری میان بر علیه مربی و چند بازیکن پست میذارن. خیلی از هوادارا هم ناخواسته سوار بر موج این کانالای هواداری شدن و بیشتر تیم استقلال رو وارد حاشیه کردن. عدم تمرکز کافی در تیم استقلال کاملا مشخص بود، اما در مقابل پرسپولیس یا در آرامش کامل و تمرکز و اعتماد به نفس بالا به دربی رسیدن. دیدیم که با وجود مصدومیت 2-3 تا بازیکن اصلیشون
بازم سوار بر بازی بودن. حالا استقلالی هم نظرشون رو بگن. به نظرتون استقلال باید چیکار کنه که در آینده نتایج بهتری به دست بیاره؟ آخه فقط بس سر لیگ برتر هم نیستا. الان لیگ نخبگان آسیا هم در پیش داریم. دوشنبه پرسپولیس با پاختاکور بازی داره. استقلال هم بازی با اسد رو داره. حالا پرسپولیس که شرایط خوبی داره، احتمال برنده شدنش جلوی پاختاکور زیاده. اما استقلال بازی سختری داره. جلوی اسد بازی داره. تیمی که بازیکنان سرشناس و با کیفیتی رو در اختیار دارن. توی اکثر ویدیوها گفتم، بازم تکرار میکنم. اگه هر کدوم از نماینده‌های ما در آسیا نتیجه خوبی به دست نیارن، کل تیمای لیگ ضرر میکنن. چون از سهمیه ما در آسیا کم میشه. اگه در فصلهای قبل ما حضور بهتری داشتیم، احتمالاً الان سپاهان توی لیگ نخبگان بازی میکرد، نه لیگ دو آسیا. پس به سود همه تیمای ایرانیه که در آسیا استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور نتایج خوبی به دست بیارن. حالا امیدوارم استقلال تا روز بازی با اسد زیاد وارد حاشیه نشه. نکونام تا اون موقع صبر کنه و زیاد حاشیه نداشته باشه. اینطور که ما شنیدیم تا بعد از بازی اسد جانشین نکونام در استقلال مشخص میشه. اما بریم سراغ آمار افسانه‌ای امید آلیشا در دربی ها. این پیروزی به منزله 16مین بازی بدون باخت امید آلیشا در دربی بود. آلیشا که با 3 گل جزو برترین گلزنان پرسپولیس در این دیداره، از زمان ورودش به این تیم هرگز شهرآورد رو نباخته و رکوردی بی همتا در اختیار داره. نکته مهم این که آلیشا حالا 5مین بازیکن با سابقه دربی هم محسوب میشه و اگه 4 بار دیگه در مقابل استقلال به میدون بره، به رکورد تاریخی علی پروین میرسه و به باسابقه ترین نام این رقابت ها تبدیل میشه. پرسپولیس از فصل گذشته تا به امروز 2 مربی خارجی روی نیمکتش نشستن. این 2 مربی میتونن درس خوبی به مربیای داخلی بدن و اونم رفتار حرفه‌ای بوده. عثمان فصل گذشته کلا با حواشی و داوری بازی اصلا کاری نداشت. به صحبت‌ها و مصاحبه و حتی نتایج رقیبش اصلا کاری نداشت. کار خودش رو می‌کرد. این فصل هم دقیقاً همون رفتار رو داریم از گاریدو می‌بینیم. اما به وضوح دیدیم قبل از دربی نکونا میاد علیه مدیریت صحبت‌های تندی می‌کنه. اونطور مشاور مدیر میاد برای خودش یه کنفرانس می‌ذاره و بر علیه نکونام صحبت می‌کنه. بعد از بازی یه مصاحبه از امیرحسین صادقی پخش شد که درباره خوشحالی بعد از گل آلیشا و کنعانی صحبت کرده بود. اونو ببینیم. حت فوتباله. من تو زمین نیستم. من تو زمین باشم شرایطم مشخصه. همه میدونه چیکار میکنم. چیکار میکنی؟ همه میدونن. آخه من بهم بر میخوره. من بهم بر میخوره. وقتی بهت بر میخوره بر نخوره. درگیر من میشی. من سر امید آلیشا 2 جلسه محروم شدم. لخ شد. من ببینید آخه نسلا با نسلا فرق میکنه دیگه. من فوتبال لذتشو با هوادارم بودم. با پول باشگاهی که نگرفتم نبردم. لذت بودم با هوادارم، با تیم استرا 2 تا جام جهانی رفتم فقط با خاطر تیمم. لذت بودم بعد از جام جهانی مستقیم برگشتم تو تیمم بازی کردم، میتونم 1000 جام. یعنی اون 2 جلسه محرومیتی که بابت همون ماجرا از امید آلیشا اشتباه بوده ها. ببین دعوا کلا اشتباهی، من دعوایی هم چیکار کنم؟ من تو کتم شاید مثل آقای قلینویی شاگرد ایشون بودم، با افتخار 8-9 سال باخت تو کتم نمیره، دوست ندارم. بچه‌م هم همین کارو باش دارم میکنم. نه با اصلا بازنده تو مغز من نمیره. با بچه‌م هم هر وسیله‌ای بازی می‌کنم باخ نمی‌رم. آخه الان این سوالو می‌دونی چرا پرسیدم؟ من پشت سرت نشسته بودم. چون قبلش هم در مورد امید خیلی عجیب قبل بازی صحبت کردی. استر فوق‌العاده با شخصیت. آره، ولی نه یو حسین لباسش در بود، من چشم افتاد به قشنگ خون تو چشات بود. نه، خویس سر بازیکن‌ها شخصیتشون همینقدر چیپه. نه، خویس سر بازیکن‌ها شخصیتشون همینقدر چیپه. هفته ششم لیگ امروز با بازی شمس‌آذر و نساجی دنبال شد. فردا 5 بازی دیگه از هفته ششم برگزار میشه که مهمترین و حساسترین بازی بین سپاهان و تراکتوره که خلاصه این بازی رو براتون میذاریم. یه بازی میمونه که روز شنبه بین فولاد و زباهن برگزار میشه. خیلی ممنون که تا انتهای خبرها با ما همراه بودید. اگه کانال رو هنوز سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید. تعداد ویوهایی که داریم از تعداد سابسکرایبامون داره کمتر میشه. قبلا چند برابر تعداد سابسکرایبا بود. پس حتما زنگوله رو فعال کنید که کانال ما رو فراموش نکنید. مرتب سر بزنید به کانالمون. ما هر روز براتون خبرها رو میذاریم. دمتون گرم. خدا نگهدار.